سلام عرض میکنم به همراهان خوب کانال تلنگور. وقتتون بخیر. خوشحالم در این برنامه هم در خدمتتون هستم. پیش از هر چیز ممنون از همراهی همیشگیتون و سپاس از اینکه با لایک و کامنتاتون ما را حمایت میکنید. در این برنامه میخوام از بیماری هایی که بعد از سن 40 سالگی به سراغ خانم ها میاد بهتون بگم. اگر شما هم یک بانوی نمونه هستید و برای سلامتیتون ارزش قائل هستید، این برنامه رو تا پایان دنبال کنید. خانم ها، مراقب این بیماری های بعد از 40 سالگی باشید. زنان با رسیدن به سن 40 سالگی علائم برخی بیماری ها را میبینند، اما با شناخت این بیماری ها میتوانند قبل از 40 سالگی از بروز آنها جلوگیری و سلامت خود را حفظ کنند. خطرات مرتبط با سلامتی برای یک زن با گذشت زمان تغییر میکند. آنچه در 20 سالگی نگران کننده است ممکن است در 40 سالگی چنین نباشد و برعکس. در ادامه به برخی از این بیماری ها اشاره میکنیم. بیماری های قلبی. آیا میدانید بیماری قلبی علت اصلی مرگ و میر در زنان بالای 40 سال است؟ این یک مسئله جدی برای خانم هاست. به همین دلیل باید علائم و دلایل بیماری های قلبی را بدانید تا بتوانید از خطر عمده آن پیشگیری کنید. عواملی مانند عادات غذایی غلط و استعمال دخانیات می تواند باعث بیماری های قلبی شده و خطر حملات قلبی را افزایش دهد. کمبود ویتامین. کمبود ویتامین می تواند در هر سنی خصوصا با تغییر رژیم غذایی مسئله ساز شود. با این حال با افزایش سن زنان کمبود ویتامین حتی بیشتر هم می شود و می تواند دلیل بسیاری از علائم بیماری ها شود. کمبود ویتامین دی شیوع بیشتری دارد و می تواند منجر به کاهش توده استخوانی و پوکی استخوان شود. در واقع بالای 40 سال این اتفاق به طور طبیعی رخ می دهد. کمبود ویتامین دی با افسردگی و اختلال عاطفی فصل در ارتباط است. سایر کمبودهای احتمالی شامل کمبود آهن، ریبوفلاوین و ویتامین بی می باشد. سرطان پستان. خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان بین سنین 30 تا 40 سال به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد. عوامل زیادی از جمله رژیم غذایی، سلامت کلی و محیط می‌توانند در احتمال ابتلا به سرطان پستان نقش داشته باشند. علاوه بر این، سن نیز فاکتور مهمی محسوب می‌شود. در 30 سالگی احتمال ابتلای خانم‌ها به سرطان پستان کمتر است، اما طی 10 سال یعنی در 40 سالگی افزایش می‌یابد. این بدان معناست که معاینات منظم سینه توسط خودتان یا پزشک بسیار مهم است. شروع چکاپ و ماموگرافی سالانه نیز احتمال ابتلا به سرطان پستان را کاهش داده و در صورت پیشرفت میتوان به درمان زودرس آن کمک کرد. لختگی خون. لخته شدن خون میتواند در هر سنی مسئله ساز شود. زنان بالای 40 سال بیشتر در معرض خطر ابتلا به آنها هستند. اگر تورم یا دردی در ماهیچه های پای خود احساس کردید، باید در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنید. به خصوص اگر قرمزی یا داغ شدن را حین لمس کردن تجربه می‌کنید. در این شرایط، هرچه سریع‌تر موضوع را با پزشک یا اورژانس در میان بگذارید. همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. اگر لخته شدن خون را جدی نگیرید، این می‌تواند بسیار خطرناک باشد. بارداری‌های ناخواسته. خانم ها می توانند پس از 40 سالگی نیز باردار شوند. بسیاری از زنان معتقدند که با گذر از 40 سالگی دیگر کنترل برای بارداری لازم نیست، اما این حقیقت ندارد. زیرا بدن هر زن متفاوت است و زمانی که یک خانم دیگر نمی تواند باردار شود مشخص نیست. بنابراین احتمال بارداری پس از 40 سالگی هم وجود دارد. زنان باید پس از 40 سالگی از بارداری های ناخواسته و جنین در حال رشد آگاه باشند. مشکلات زایمان، تشدید مشکلات قلبی نظیر دیابت، مشکلات قلبی و فشار خون بالا یا حتی پره اوکلامپسی نیز ممکن است رخ دهد. ناگفته نماند که خطرات ناشی از ناهنجاری‌های ژنتیکی در کودک بسیار افزایش می‌یابد. اگر قصد بارداری ندارید، پس از روش‌های پیشگیری از بارداری استفاده کنید. اگر باردار هم شدید، با پزشک خود مشورت کنید که تا آنجا که ممکن است هر دوی شما از سلامت کافی اطمینان حاصل کنید. یائسگی. برخی از زنان پس از 40 سالگی یائسه می شوند و بنابراین از دوره های قبل از یائسگی رنج می برند. یائسگی می تواند از بسیاری جهات بر بدن شما تأثیر بگذارد و مهم است که بدانید برای کمک به رفع ناراحتی ناشی از آن چه کاری باید انجام دهید. علاوه بر این ممکن است بیماری های قلبی،
دیابت و پوکی استخوان را نیز به همراه داشته باشد. بنابراین به بدن خود توجه کافی داشته باشید و مرتباً با پزشکتان صحبت کنید تا هیچ گونه نگرانی جدی پزشکی نداشته باشید. دیابت. خطر ابتلا به دیابت در سالهای اخیر به طور تصاعدی در تمامی گروه‌های سنی افزایش یافته است. با این حال، زنان در سن 40 سالگی در معرض خطر بیشتری هستند. وزن و رژیم غذایی فاکتورهای مهمی هستند. دیابت قاتل اصلی زنان بین 45 تا 54 ساله است. بنابراین آزمایش دهید تا از وجود آن با خبر شوید. یک رژیم غذایی سالم و ورزش منظم می تواند در این مورد کمک کند. آسم بزرگسالی. بیشتر افراد فکر می کنند اگر به آسم مبتلا هستید، منشأ آن از دوران کودکی است، اما این صحت ندارد. نوسانات هورمونی مانند آنچه در دوران یائسگی یا پیش از یائسگی رخ می دهد، می تواند در بروز آسم نقش داشته باشد. اگر دچار سرفه های آزاردهنده و مداوم هستید، نمی توانید مدت طولانی پس از خسخس سینه نفس بکشید و باید به دنبال مراقبت های پزشکی باشید. آسم قابل درمان است و به محض تشخیص، سرفه و تنگی نفس قابل کنترل است و به طور کامل از بین می رود. پوکی استخوان. پوکی استخوان به طور کلی یکی از مشکلات مربوط به زنان است. از دست دادن بخشی از توده بدنی پس از یائسگی برای خانم‌ها به اوج می‌رسد. نکته اصلی اینجاست که در دوره یائسگی باید به خوبی از خود مراقبت کنید. بنابراین مطمئن شوید که ویتامین دی لازم را دریافت می‌کنید، ورزش می‌کنید و به طور صحیح غذا می‌خورید و در صورت داشتن عوامل خطر تراکم استخوان را آزمایش کنید. سکته. احتمال سکته مغزی در زنان بیشتر از مردان است. و اکثر زنان از این موضوع مطلع نیستند، به خصوص اگر بیش از 40 سالگی سن داشته، در دوران یائسگی باشید و درمان جایگزین هورمونی مانند مصرف استروژن داشته باشید. علائم هشدار دهنده سکته مغزی را به خاطر بسپارید. اگر هنگام لبخند زدن یک طرف صورت کج یا آویزان شد، به احتمال زیاد سکته مغزی است. از فرض بخواهید بازوهای خود را بلند کند. از فرد بخواهید یک عبارت ساده را بیان کند. اگر کلمات نامفهوم یا صحبت کردن عجیب باشد، ممکن است سکته باشد. در صورت مشاهده هر یک از علائم، بلافاصله با اورژانس تماس بگیرید. سکته مغزی یک ساعت طلایی دارد و اگر سریعاً شناسایی شود، در ساعات اولیه بهبودی مؤثرتر و احتمال زنده ماندن بیشتر است.